سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز اومدیم پیست اسب سواری بندر ترکمن. این اسب سوار الان داره اسبش رو آماده میکنه برای مسابقه، الان کورس ششم هستش. هر روز جمعه افراد زیادی میان از شهرهای مختلف و اون برگه های مسابقه رو میخرن و منتظر میمونن ببینن که اسبشون برنده میشه یا نه و مبلغی پول رو برنده میشه. الان اینجا اسبا حرکت کردن، ببینید بچه ها اسبا دارن میان، چه سرعتی هم دارن. واقعا از کنار آدم که میگذرم یه هیجان خیلی خاصی داره. اسبا اینقدر باهوشن، وقتی خودشون برنده میشن یه شادی زیادی دارن. نگاه کن چه قشنگ داره. اینجا اسب شماره 7 اون آخر از همه هستش. ببینین وسط مسابقه چجوری داره سوارکار اسب رو میکشه. اما شماره 7 قشنگ داره میاد جلو. نگاه کنید این لباس سرده قشنگ کشید اسب رو و دقیقا همین برنده شد، یعنی از آخر اول شد. من که خیلی لذت بردم، امیدوارم شما هم از این از سواری لذت برده باشید. سلام دوباره، امروز قراره که با هم دیگه یه دسر خوشمزه به اسم تیرامیسو رو با هم درست بکنیم. 3 تا تخم مرغ رو احتیاج داریم که زرده و سفیدش رو از هم دیگه جدا میکنیم. خب توی مرحله با یه همزن با دور تند بزنین بهتره. زرده رو قشنگ میزنیم و رنگش تغییر بکنه. اینقدر اینو با همزن بزنی که ببینیم به این شکل بشه. بعد از این نوع پنیر شما استفاده کنی. این نوع پنیر کلن نمک نداره. بی نمکه. و این دسر رو خیلی خوشمزش میکنه. حالا با همزن قشنگ پنیر و تخم مرغی که زدیم رو میکس میکنیم و همدیگه قشنگ میزنیم. تا به این شکل در بیاد. خب بچه ها توی این قسمت میایم 6 تا قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنیم و با همزن میزنیم مواد. خب بعد از اینکه مواد خوب هم زدیم خامه رو اضافه میکنیم. خب تو این قسمت سفید تخم مرغ رو با همزن میزنیم.
با دور تند همزن بزنید تا به این شکل در بیاد. ببینید ظرف رو برمیگردونم مواد نمیریزه. حالا سفیده تخم مرغ رو به مواد قبلی اضافه میکنیم و در یک جهت اونو هم میزنیم و مخلوط میکنیم هر دوتا ماده رو با هم دیگه. برای اینکه دسر به این ظرف نچسبه باید این پلاستیک رو داخلش قرار بدیم که به راحتی از تو قالب در بیاد. یه مقدار قهوه رو میریزیم توی ظرف، آب گرموش اضافه میکنیم و خوب این دوتا رو با هم دیگه ترکیب میکنیم و میذاریم که سرد بشه. خب برای تیرامیسو میتونید از این نوع بیسکویت استفاده بکنید و این بیسکویت رو داخل همین موادی که سرد شده، قهوه و آب، یه مقدار میخیسونین، بعد داخل قالب قرار میدین. خب یه مقدار از موادمون رو میریزیم و روی این مواد رو دوباره از همین بیسکویت ها داخل قهوه میخیسونیم و روش قرار میدیم. لایه لایه به همین شکل. یعنی مقدار از این مواد دوباره بیسکویت خیس شده و تا قسمت بالای دسر. بعد از اینکه بیسکویت ها رو گذاشتیم یه مقدار پودر کاکائو روش علک میکنیم.
خب تو این قسمت ظرفمون رو داخل یخچال قرار میدیم به مدت 3 ساعت. هر چقدر بیشتر داخل یخچال قرار بگیره خوشمزه تر میشه. امیدوارم که این دسر خوشمزه رو درست بکنیم و با خانواده میل کنیم و لذت ببریم. خب من دسر رو از قالب در بردم، داخل ظرف قرار دادم و روش رو تزیین کردم. لطفا کانال من رو حمایت کنین. سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. دوستتون دارم.